خب دوستان عزیز، با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. اونایی که قبلا برنامه رو از فیسبوک دیدن میگن این بابا نیم ساعت حرف زده حالا سلام میکنه. تلویزیون آمریکایی رو اگه ببینید همینجوره، میاد مثلا خانم ارن برنت اول صحبت میکنه و اسمو میگه و اینها، بعد تازه میگه من کی هستم، سلام میکنه و برنامه رو شروع میکنه. یاد بگیریم، ایراد نگیریم. و اما داشتم درباره این سیستم ما صحبت میکردم که خب ما یه زمانی میومدیم حاضر همه چی، حالا یا تلویزیون ما بود که آقای مهران صدری بود، یا تلویزیون فیرفکس پابلیک اکسس بود که آقای محمد علی ابوقداره و بابک یکتافر و دوستان 14 نفر اونجا بودن، یا تلویزیون رنگارنگ بود، آقای داور و چند تا بچه های ناز، آقای خسرو رنجبر، همین آقای افشین نریمان که الان برنامه داره اونجا بود، داریوش بود، یه افشین دیگه بود و اینها، و اونا این بنده خدا همه کارا رو زحمت ها رو انجام میدادن، ما میمدیم میشنستیم برنامه اجرا میکردیم و نمیدونستیم، نمیفهمیدیم که چه کار سختی رو اونا انجام میدن. البته اینجا میگن، میگن شما مثلا وقتی میری یه کنسرت همش خواننده رو میبینی و هیچ که اسمش، اسم اونی که گیتار میزنه، جاز میزنه، درام میزنه، اینا یادش نیست. متاسفانه این بوده و هست و خواهد بود، هیچ کاری هم ما نمیتونیم انجام بدیم. ولی این که من برنامه رو چرا زود شروع کردم، اتفاقا قرار بود که همون ساعت 2 بعد از ظهر 11 صبح کالیفرنیا شروع کنم، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت واشنگتن که میشه 12 ظهر کالیفرنیا با آقای حسین، امیر حسین لادن باشیم. متاسفانه یا خوشبختانه یه برنامه برای من پیش اومده که باید انجام بدم. خوشبختانه از این لحاظ که پول میسازم، بدبختانه متاسفانه از این که خب مجبور شدیم به آقای امیر حسین لادن بگیم که اگر امکان داره ایشون 12 ظهر به وقت ما بیاد، که ایشون هم گفت بذار ببینم میتونم عوض کنم و نتونستن، و من از ایشون هم عذر میخوام، هم ممنونم که شرایط من رو درک میکنن. و حتی بهشون پیشنهاد کردم فردا، گفتن نه از قبل برنامه شنبه و یکشنبه این ور اون ور کار دارم، ست شده، تنظیم شده، خیلی خوبه که آدم ها با برنامه باشن. حالا بهشون گفتم خب دوشنبه سعی میکنیم همون ساعت 3 بعد از ظهر با شما باشیم، منتظر جواب ایشون خواهم بود. ولی برگردیم به این سیستم ما که حالا خودمون همه این کارا رو یک تنه انجام میدیم، و بارها بهتون گفتم باور کنید دوستان دیگه از تلویزیونای دیگه وقتی فکر میکنن که اون تلویزیونه بهشون ظلم میکنه، سانسور میکنه، و میگن خب چرا ما نریم مثل سوربی این برنامه رو خودمون را بندازیم، وقتی تماس میگیرن میگن آقا راستی راستی همه این کارا رو خودت انجام میدی؟ میگن آره بابا، گفت علی هست و حوزش، یا شیرازی ها میگن من هستم و سایم فلانم و فلان، 4 نفریم. و اینجا خب یه سریشو کامپیوتر هر برنامه‌ای که ما خواستیم اضافه کنیم، ممنونم از دوستانی مثل سعید، مثلا ما یه زمانی صدامون رو روی تلفن هم میتونستید شما بگیرید، دیدیم این شرکت جدیده خیلی اذیت میکنه و اون لپتاپی رو که سعید لوت کرد و پول داد گاهی وقتی ازش استفاده میکنم، همین امروز بعد از ظهر به عنوان باتری اکسترا با خودم میبرم که اگه اونجایی که هستم این تلفن ما خیلی قدیمیه و اینها به اصطلاح کار نکرد، چیزش باتریش مرد و اینها، بتونم از اون USB از باتری اون لپتاپ استفاده کنم. در هر صورت کار مشکلیه، چون ما سالهاست انجام میدیم برامون معمولی شده. شما حتما یادتونه اولین روزی که رانندگی کردید دیدی چقدر مشکله باید این آینه رو نگاه کنی، حالا تو ایران که آینه اینوری نداشتیم، این آینه رو نگاه کنی، حواست به این باشه، حواست به اون باشه. تو ایران اصلا آینه اینوری هم نداشتیم، فقط این آینه بود. بعدن پیکان و اینا مثل که آینه گذاشتن و بعضیا میرفتن 2 تا آینه می‌خریدن می‌ذاشتن روی گلگیرها که اصلا هیچ جا معلوم نبود، فقط یه چیزی مثل شاخ بود و به نظرم خیلی آقای بیژن مهر، سلام عزیزم. آقای بیژن من مهر نوشته که سوپرمن سوربی، نه آقا ما اگه سوپرمن بودیم که بلد بودیم پول در میاریم، اگه سوپرمن بودیم بلد بودیم مثل دولت گذار بریم یه چیز علکی مزخرفی رو درست کنیم، بعد حالا امیدوار باشیم که بریم یا به عربستان یا به امارات و اینها بدیم یه پولی بگیریم. چقدر قشنگ این آقای حشمت رئیسی در کانال 1
البته حالا نمیخوام بگم با ترس و لرز، ولی حقیقت رو گفت، گفت ممکنه این برنامه هم آخرین برنامه ایشون باشه، چون داشت میگفت و من میخواستم بگم فکر نمیکنم شهرام و همایون دیگه اینقدر چشمش رو به حقیقت ببنده. آقا این ماجرای این که هر کسی از راه میرسه، این رضا پهلوی میره داخل شورا و میره داخل حزبشون و میره داخل جبهه و انجمنشون، دو روز دیگه ول میکنه میاد بیرون، واقعا خجالت آور شده. و آقای حشمت رئیسی به خوبی این ائتلاف فرزند آیت الله و فرزند شاه رو توضیح میده و بعدم از اون کسانی که نرفتن و خودشون رو به اصطلاح آغشته و آلوده نکردن به این دولت گذار. آقا دولت یعنی چی؟ خب شما ایراد میگیرین به مجاهدین که آمدن رئیس جمهور انتخاب کردن، شما رفتین دولت معین کردین، شما نماینده کی هستین، کجا هستین؟ بعدم با این مزخرفاتی که گفتین، این آقای سهراب چمنارا بیچاره با اینقدر به من میگه آقا این صدرالدین شرف چی جدایی خواه فلان، ما میگفتیم نه آقا اینجوری بارها گفته، ولی این آقا صدرالدین چی اشرافی، الان یادم صدرالاشرافی، آقا میگه که بیاین اصلا فارس به اصطلاح مثلا تو ترکستان توی آذربایجان فارسی ریاضی همه چی درس رو همش به ترکی باشه، توی لرستان به لوری باشه، توی خب این که دیگه اصلا همدیگر هم نمیفهمیم. الان ما با وجودی که یک زبان حرف میزنیم گاهی وقتا هم دیگر نمیفهمیم، حالا بیایم و به حرف این آقای صدرالدین شرف‌الچی اونجوری کنیم که واویلا میشه. ولی خیلی قشنگ توضیح داد که آقا هدف اینا اینه که آخرش با کیف‌های خالی برن عربستان و با کیف‌های پرپول بیان. دوستان برید مصاحبه من رو با اون آقای رزمارا، درست میگم منوچهر رزمارا، ببینید که این آقای منوچهر رزمارا وزیر 37 روز بهداشت و بهداری و وزرای دیگه و آقای بختیار به کدام کشور رفتن. این همون 5 روزی هست که بختیار هیچ وقت نگفت دوست ما آقای بیژن مهر از جبهه ملی ایشون باید بیاد و تحقیق کنه بگه. اتفاقا آقای آقای بابک هروی یه تحقیقی انجام داده بود و گفته بود این ماجراهایی که اینا الان خجالت میکشن بگن، این همون موقعی بوده که به اصطلاح عراق در تهیه حمله به ایران بوده و اینا میرن اونجا و پول کیف‌های سامسونت، پول‌های 100 دلاری که یه نفر میگفت میشه 1,000,000 دلار توی کیف سامسونت، کیفای سامسونت هم ماشاءالله مثل من پت و پن بودن، که بعد آقای منوچهر رزمارا میگه که ما وقتی رفتیم صبحونه خوردیم و آمدیم دیدیم توی اتاقهای قصر، میگه ما توی قصرهای عربا زندگی میکردیم، یک کشور عربی. خب مرد حسابی تا زنده هستی اسمش رو بگو، چقدر ننگ و خجالت آوره که اسمش رو تو نمیگی، یعنی شما میدونستید یا بعد فهمیدید که کار بدی انجام دادی. در صورت ویدیوی آقای حشمت رئیسی رو در کانال یک در باره این دولت گذار، دولت گذاری که محلش رو دروغ گفتن، گفتن در دانشگاه فلان، بعد معلوم شد تو هالیدی این بوده، بعد افراد رو دروغی، حتی آقای احمد رأفت رو اگه دیدم اونجا اشتباه نکنم که آقای حشمت رئیسی فکر کنم به اشتباه میگه احمد رأفت و رأفت رو مثل میمسن رأفت، رأفت رو مثل رفع و رجوع میمسن رف این بمانه. گویا یه مصاحبه انجام دادن و میگن که توی اون جلسه و نشستم این مصاحبه با رضا پهلوی پخش شده و رضا پهلوی به اصطلاح بعد از اون مصاحبه‌ای که من و تو باش انجام داد و گفت ما میتونیم شما رو وکیل مردم یا وکیل رعایا خطاب کنیم، آقای حشمت رئیسی میگه مردک دیوانه، رعیت دیگه نیست که تو وکیل رعیت باشی، مردم هستن، تو میتونی بگی من وکیل مردمم و شرطی که مردم انتخابت کنن. و آقای حشمت رئیسی خودش با وجودی که لور هست میگه یکی از افتخاراتش اینه که کریم خان زند هم لور بوده و اون زمان وقتی کریم خان زند ادعا کرد که من پادشاه نیستم و من وکیل و رعایا یا وکیل مردم اون زمان بودم، که آخرم بیچاره سرشو بریدن گذاشتن توی پله های قصر
قاجار که وقتی راه میرفت که بعدها در آوردن و با احترام گذاشتن، فکر کنم توی موزه پارس شیراز باشه. در هر صورت دوستان عزیز، کجا بودیم، کجا رسیدیم؟ گفت که من که نمیدونم کجا هستم، چی میخوام و کجا میخوام برم. بماند آقازاده و شازده ائتلاف پلید، دوران گذار چیزی نیست، دولت گذار چیزی نیست به غیر از پول پول پول. و اینها همشون چون به آخر عمرشون رسیدن، حالا دیگه میگن خب یه پولی هم بگیریم، ما که آبروی در بین مردم ایران نداریم، اقلا یک پول و پلهی داشته باشیم. راسته این پول و پله یعنی چی؟ و اما ترامپ همه را با خود به زیر آب میکشد. ترامپ در این دو سه روز گذشته در آب جوشی افتاده که نگو نپرس. و این مردک یک تریک داره، یادتونه میگفت من پولیتیک میزنم، این سرکار استوار میگفت پولیتیک، خب هم سیاست دیگه، یعنی اون موقع وقتی میخواست کلک بزنه میگفت بیا یه پولیتیک سوار کنیم. ببینید یعنی سیاست همش کلک هست و دروغ هست و اینها. بماند ترامپ چون دید گند این ماجرای تلفن زدن و پول کمک هایی رو که دولت آمریکا به اوکراین میخواد بده نگه داشته بودن، گرو کشیده بودن اینا، اینجا میگن کویدو، یک کلمه میگن، هنوز من اینو یعنی تازه شنیدم، باید برم معنیشو به انگلیسی ببینم، ولی وقتی تو جمله میگن معنیش اینه که یک کسی رو به گرو کشیدن، یعنی شما اگر مثلا نهار بیاری من سوار ماشینت میکنم، شما اگه پول بدی من میذارم تلویزیون تماشا کنی. این گرو کشیدن میگیم دیگه، یا حالا تهدید نمیشه، چون درس این وقتی این پیدا شد دیگه ماجرای استیضاح ترامپ حتمی شد. حالا این انقدر شالاتانه که میگه که شعری هست ایرانی ها میگن، چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. شما حتما داستان ها شنیدید که مثلا بزرگترین دزدی ها زیر نظر پلیس انجام میشه، یعنی زیر چشمشون، به قول اینجا یا زیر دماغشون، چون پلیس فکر نمیکنه که اداره پلیس اینجا باشه و یه کسی بیاد بانک روبرویش رو بزنه، بانکی هم فکر نمیکنه که اداره پلیس روبرویش باشه، این بیاد شیشه های محکم بذاره و فلان بذاره و اون زبله میاد از این میزنه. خلاصه ترامپ دیگه دیروز آمد گفت نه تنها اوکراین و استرالیا و یه جای دیگر هم گفته باید چیز کنن، حتی چین هم باید بره. اون وقت برید نگاه کنید ببینید خود این سالها پیش در رابطه با چین چی میگه. ولی دوستانی که هنوز مثل اون دوست نازنین من که دیگه اصلا من جوابشونم نمیدم، چون تو قسمت‌های خصوصی می‌نویسن، تو پیام خصوصی من جواب نمیدم، اگه یه روزی تو قسمت عمومی بنویسن منم جواب میدم، نوشته بودن بزرگترین ایدی ترامپ به مردم ایران، نمیدونم آیت الله فلانی اینقدر دلار، آیت الله میگن خب آقا خانم اینقدر دلار این داره یا نداره، این لیست درست هست یا نیست. چه عیدی آخه، چرا به خودتون گول میزنین، چرا دروغ میگید به خودتون؟ آقا خانم هنوزم به آقای ایران بومی اجازه نمیدن بیاد اینجا فرزند دلبندش رو که تصادف کرده و کشته شده خاک کنه، مراسم تدفین انجام بده، ولی بچه آخوندان میانه میرن و هر روز صداش هست، هر روز گندش بالا میاد. چرا چشمان خودتون به حقیقت میبندید؟ و دیگه شما از اون نمایندگان ریپابلیک یا جمهوری خواهی که سر جونشون فدای ترامپه دیگه تندروتر که نیستین، یکی یکی دارن بر میگردن. 35 تا از اینها گفتن اگر رأی گیری بشه برای ایمپیچمنت ما رأی مثبت میدیم که این مردی که گورشو گم کنه بره. و ترامپ میدونه که این رأی داده میشه و به احتمال زیاد مجبورش میکنن استعفا بده، و تا این عمل اتفاق بیفته پنس و معاونش میشه به اصطلاح رئیس جمهور، اون را هم داره با خودش میکشه زیر آب، میگه شما میگید من برم، خب این که بیاد این تو همه کارها شریک بوده. آقا خانم ترامپ اگر زلزله بیاد باور کنید بچه هاش رو هم نجات نمیده، سعی میکنه فقط جون کثیف و پلید خودش رو نجات بده.
و این کار رو کرده در 72 سالی که از زندگی ننگینش میگذره، این کار رو انجام داده به مراتب. سالها پیش ورشکست شد، خودش گفت من یک دوست واقعی ندارم. همه بهش گفتن برای که تو با ما دوست نبودی، تو از ما سوء استفاده کردی. بماند ترامپ همه را با خود به زیر می کشد، حالا یا زیر آب یا زیر آواره، هرچی. و اما آقای چمن آرا ویدیویی داره در به اصطلاح هفته یه بار ارسال میکنن و ما هم اینجا با یک هزینه خیلی کمی پخش میکنیم. شما میتونید روی فیسبوک ببینید، میتونید روی بالاترین ببینید، میتونید روی توییتر ببینید. این پنکه روشن، این کاغذ هم فرار میکنه، بهتر زودتر بکنمشو از دستش نجات پیدا کنم یا بذارم زیر تلفن اینجا. بله، در آخرین ویدیویی که آقای چمن آرا درست کرده و فرستاده، من براشون نوشتم که خودتون آماده کنید که من یه لیف و صابونی به شما بزنم. آقای چمن آرا، دوست عزیز، مهندس گرامی، این کلمه مهندس بکنم از هندسه میاد، هندسه حالا همش حساب و کتاب و ترسیم و این چیزاست. ببین دوست عزیز، شما نمیتونی و نباید وقتی 14 نفر آمدن یه بیانیه رو امضا کردن که به قول یکی از دوستان، فکر کنم مجید خوشنودی بود، گفت به این 14 تا بگوی حالا رئیس انتخاب کنید، ببینید همین 14 تا میشن 14 قسمت. شما نمیتونی، حق نداری بیای بگی این 14 تایی که امضا کردن که به احتمال زیاد امروز 14 میلیون شده. خب آقا برو بالاتر، بگو 140 میلیون. گفت دیگه دروغ هرچی بزرگتر باورش قبولش راحت تر. آقا 14 نفرن، بعدم چیه برنامه شون؟ میخوان چیکار کنن؟ ولی حالا تازه جالب اینه، این دوستان هر کدومشون میخوان وقتی یک کسی دیگه میاد یک کاری میکنه، چون یکم به نظر تازه میرسه اینا هیجان زده میشن، میخوان بپرن رو این موج. آقای سهراب چمنارا میگه خب این جنبشی که از 4 سال پیش شروع شد، حالا این دوستان هم آمدن، یعنی این جنبشی که ایشون میخواد قانون اساسی رو عوض کنه و اینها، حالا اون دوستان هم آمدن. آقا این دوستان کیان؟ یه عده‌ای که هر روز جونشون میلرزه تو ایران، که الان میان زندانیشون میکنن، فردا میان زندانیشون میکنن، و اینا مردم ندارن. میگه آقا اون دو، آقای حشمت رئیسی میگه، و چقدر قشنگ میگه، میگه اون دوره دولت موقتی که خمینی درست کرد و به دروغ به مردمم گفت که خودش بعدش میره قوم و اینها، میگه اگه میگفت بیاین تو خیابون 100,000 یه میلیون میومدن. شما الان دولت گذار درست کردید، احمقا بگید یه روز مردم بیان تو خیابون ببینیم 10 نفر میان. صحبت از باطبی میکرد، میگفت توی برنامه گویا رفتن و اینا بیرون 3 نفر آمدن، لابد یکشم پشت دوربین بوده، یکیش تابلو گرفته و فلان اینا. آقا خانم، همه جا اینا کارشون به بنبست خورده. اون روز برای آقای لادن نوشتن بابا مردم ایران اینا رو میبینن که با همین آخوندا فعلا ساختن، ولی حاضر نیستن مجاهد بیاد، حاضر نیستن رضا پهلوی بیاد، حاضر نیستن آقای شریعت مداری بیاد. شریعت مداری که دیگه سنی ازش گذشته، حرف زدنش هم از روز اول احتمالاً آقای بیژن مهرم ایشون دیده، چون من تو یکی دو جلسه که تو واشنگتن و مریلند بود دیدمش، نه اینجوری حرف میزنه. و این بچه آخونده، هر کاریش کنی بچه آخونده. بمانه آقای لادن برای من نوشت که نه سرب جان، اینا مردم ایران با اینا نمیسازن، مجبورن. گفتم آقا ساختن یعنی همین، سوختن و ساختن ما داریم دیگه. میگه باید مردم بسوزن و بسازن. مردم الان وضعشون اینه، با این گرونی، با این بیقانونی، با این زور و ظلم و ستم و خطر جنگ و اینها دارن میسوزن، ولی دارن میسازن. شما چیزی به جز این فکر میکنید، تماس بگیرید، پیام بذارید، پیامتون رو پخش میکنیم. یه دوستی برای من نوشته بود که آقای سوربی، یه فیلمی هست که 8 سال پیش ساخته شده و این فیلم برادر بهروز وثوقی هم توش بازی کرده و تهیه کننده و کارگردان حتی منزل خودش رو فروخته تا این فیلم رو درست کنه. حالا اگه امکان داره شما و تلویزیون های دیگه پخشش کنید. گفتم اولا شما به من بگو با پخش این فیلمی که 8 سال پیش ساختن الان دیگه زمان حال نیست.
تموم شده. 8 سال پیش این ماجرا بوده، وزارت ارشاد هم بلد بوده انقدر اینو گرفته و نگه داشته تا الان دیگه دورش گذشته. این یک. دوما چه فایده ای داره؟ مگه اون فیلم رو نساختن آفساید بود که بود دخترها رفتن توی بگید دوستان این آقای چیز گفته یادآوری کن به ما که با دیگران هم شیر کنیم. من یادآوری میکنم لطف کنید این برنامه رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید یا در میون بذارید یا شیر کنید هر چیزی که بلدید. و مگه اون فیلم رو نذاشتن چه اتفاقی افتاد؟ مگه این دختر بیچاره نرفت نگرفتنش خودسوزی نکرد چه اتفاقی افتاد که حالا من بیام این فیلم رو بذارم؟ برای این دوستمون نوشتم که اگه بخواین یه هزینه کمی $50 بدین ما 7 روز اینو پخش میکنیم، روی فیسبوک هم برات مجانی میذاریم، روی توییتر هم میذاریم، روی بالاترین هم میذاریم، ولی شما به من بگو چه اتفاقی میفته. این دوستمون نوشت آقا راستم میگه، حالا نمیدونم به خاطر $50 نده حرف ما رو قبول کرد یا اینکه فهمید بابا درست میگه. و خیلی بیزینسمن بدی هستم منا که بهشون میگم آقا شما اگه پول بدی پخش میکنیم، ولی پخشش چه فایده ای داره؟ بمانه. فیلم رو نگاه کردم، میدونید که شما میتونید فیلم ها رو با سرعت 2.5 برابر مخصوصا فیلم های ایرانی که حالا یه حرف میزنه 2 دقیقه دیگه یه حرف دیگه، اینا رو نگاه کنید. ما هم با سرعت تون این فیلم رو نگاه کردیم، گفتم والا اوائل انقلاب یه سری فیلم هایی ساختن خیلی جالب بود، ولی الان فیلم ها برگشته به دوران قبل از انقلاب، همون لاکبازی ها، همون چاقو کشیدن، همون خنجر کشیدن، قمه کشیدن، ادای قیصر در بردن، مخصوصا همین برادر آقای بهروز وثوقی درست مثل این که میخواد جای پای بهروز وثوقی بذاره. و همیشه اینایی که برادر بهروز وثوقی هن، پسر گوبوش هن، نمیدونم دختر فلانی هن، اینا مال نمیشن. راستی چرا میگفتن مال نمیشن؟ در زبان فارسی که ما به الاغ و حیوان و اینا میگفتیم مال. اصلا این کسی که خیلی میگفتن طرف خیلی مال داره، چون ایران یک کشور کشاورزی بوده، اونایی که به اصطلاح بره و بز و بزغاله و اینها داشتن، اینها حساب میشده مالدار. بعد که آمدن بکننش صنعتی، آمدن ابروشو بردارن زدن چشمشم کور کردن، از کشور کشاورزی آمدیم بیرون، مجبور شدیم برنجا، یادتونه دست آمریکا دست داده بود برنج آمریکایی برامون بیارن، آرد آمریکایی برامون بیارن، و صنعتی هم شد پیکان. پیکان چیه؟ اون زوباهن چیه؟ اینا صنعت مادر که نبودن، یه مش صنعت مونتاژ و صنعت هیچ بمانه. صنعت دوچرخ سازی هندوستان، اون اگه آورده بودن تو ایران خیلی بهتر بود. آقا دوچرخه رو خودمون میسازیم سوارشیم بریم. بمانه. اینم از این ماجرا. و ساعت 11:46 هست اینجا. پیام آقای شهرام ایران بومی، من نوشتم بعد ایشون برای من نوشت که نه این پیام رو پخش نکن، چون من در ماشین بودم و صحبت کردم و نمیخوام پیامم با این کیفیت پخش بشه. افرادی که اینجوری هستن آمریکایی‌ها بهشون میگن پرفکشنیست. به ایرانی نمیدونم چی میگن. کسایی هم که میخوان همه چیزها رو به وجه به عالی انجام بدن. و تو ایران ما داشتیم، من که مثلا هنرستان بودم، سال اول یکی که آهن اینقدی بهت میدن 5 در 5 سانتیمتر، 50 در 50 میلیمتر. ما داشتیم هنرجویانی رو که این از بس پرفکشنیست بود، به جایی که اینو بسابه مثلا 40 در 40 میلیمتر یه تاس درست کنه، یه دایس درست کنه، بعضی هاش میشد 25، هی میسابید. پرفکشنیست به ایرانی یا به فارسی شما چی میتونیم بگی؟ بله، میگه که تاریخ امروز جمعه 4 اکتبر برابر با 12 مهر ماه. متوجه شدم یه لکه اینجای پدر سوخته این نوه ها وقتی بغل میشن یه توفی میندازن اینجا که یه جایی میریم بفهمن ما نوه داریم. بله، خب خانم تننازی میگه الان شما اونجا آرد و برنج آمریکایی میخورید؟ اگه بله همون مزه رو داره. خیلی شما باهوشی، میخوای منو به درد سر بندازی. اون موقع که من ایران بودم خب آردو که نونوا درست میکرد،
اون نونه مزه و طعمی داشت که ما از بچگی باش عادت کرده بودیم. نونی بود توی ایران توی شیراز بهش نون لواش یا بازاری میگفتن، خیلی شور بود، نمیدونم چرا اینقدر شورش میکردن، ولی خوشمزه. یه نون دیگه بود که سنگک و اینها، بعد نون ماشینی اومد، نون مشهدی اومد، بعد نون بربری اومد، بعد این نونای فرانسوی اینها اومد که خانواده نگهداری توی خیابون رودکی بودن که الان اینجا آقای غلام نگهداری دوستمون هست. ولی برنج رو که میگی، خب بنده اون موقع برنج رو مادرم درست میکرد و مزه‌ای که مثلا برنج مادرم ما باش عادت کرده بودیم، بعدن با برنجی که همسر من درست میکنه فرق میکنه. البته من همیشه به همسرم گفتم که خدا کنه من زودتر از تو از دنیا برم، چون اگه شما بری من یتیم میشم. و من چون زود ازدواج کردم، یعنی میشه گفت از خونه مادرم اومدم خونه همسرم. راستی چرا؟ دیدید وقتی میخواید برید مهمونی، شما میگید مثلا داریم میریم خونه هایده خانم، داریم میریم خونه مثلا چی بگم فیروز خانم، هیچ که اسم همسرشون یا شوهرشون رو نمیگه، با وجودی که بعض وقتا این بیچاره شوهره است که داره همه پولا و مورگج و اینا رو میده، ولی اون خونه اینه که دوستان خانم ها شما رو فریب دادن، شما ملکه خونتون بودید. مرده که هیچ وقت ادعا نمیکرد اون کینگ شاهه، اون میرفت بیرون، اون بیچاره کار میکرد، حتی اگه سرهنگم بود کارگر بود، شما ملکه بودید، شما از صبح تا شب اونجا بودید، تصمیم میگرفتید نهار چی بخوریم، شام چی بخوریم. دارم کلک میزنم که این ماجرای برنج و اینا بره، ولی خدایش بگم همسر من دستپختش خیلی خوبه. یه دلیلی هم که من چاق هستم، هر جا میرسم میگم بابا تقصیر همسر منه، خوراک خوشمزه درست میکنه، ما به جای یه بشقاب میخوریم سیر میشیم، یه بشقاب هم میخوریم مزه خوشمزگی. شر به پا نکن تن نازی، مفتخور که هستی، حمایت که نمی کنی روز جمعه هم میای شر به پا میکنی. روزای جمعه خیلی خطرناکه. یادتونه تو ایران میگفت شب جمعه دو چیز یادت نره، دوم توفیق. من بچه بودم از چند نفر پرسیدم خب این چرا اولیشو ننوشته، هیچ که ما نمیگفت بمانه. اینجا روز جمعه خطرناکه، چون اگر خدای نکرده بین زن و شوهر، بین همسرا اختلافی پیش بیاد، شنبه و یه شنبه شون خراب میشه. به قول آمریکایی‌ها باید برن توی داگ هاوس یا خونه سگ بخوابن. ببینیم سعید چی میگه. سعید میگه نخه، ما همه در آمریکا برنج هندی میخوریم، نوعش هم هست باسمتی با اسمهای مختلف. باریکلا من یادم نبود برنج رویال هست، برنج پری هست اینها، ولی همشون از نوع باسمتیه و هندی هم هستن. خیلی شما قشنگ گفتیم، اصلا یادم نبود که برنج آمریکایی حقیقتا برنج آمریکایی نیست. البته یه سری برنج آمریکایی هست که دونه های قهوه‌ای داره و دیرپز هم هست و این خوراکای مال لوئیزیانا، خوراکای ساوت که تنده، با اون درست میکنن. حالا اونم لابد از هندوستان میاد. بمانه نوش جان آقایان سم و سوربی، خیلی ممنون دوستان عزیز. آقای شهرام ایران بومی اول یه پیامی گذاشت، یه دیداری داشتن با یکی از خانم‌هایی که در ایران به عنوان گروگان 444 روز نگه داشته بودن. متاسفانه توی این نوشتن و پس فرستادن و اینها، من دو بار از ایشون فرستادم، خب ایشون نظرش چیه درباره این حکومت شارلاتان ترامپ که الان آمریکا رو در دنیا بی آبرو کرده. پریشب تو تلویزیون مسخرش میکردن، میگفتن تلفن میزنه به هندوستان، طرف میگه کی؟ ترامپ میذاره، میگه افغانستان میذاره، میگم فلان میذاره. برید ببینید دیروز پریروز این رئیس جمهور فنلاند آمده بود و مردی که عصبانی شده بود، عکساشو نگاه کنید شما ببینید توی 200 چند سالی که گذشته از زمانی که عکس بوده، فیلمبرداری بوده، شما یه همچین چهره پلید و عصبانی رو نمیبینید. حتی میگن نیکسون شبیه این بوده، ولی میتونسته این قدرت رو داشته که خودشو در جمع کنترل کنه و در پشت پرده و اینها عصبانی می شده، ولی این مرد که اصلا دیوونه است، روانیه. طرف می گو آقا
این یکی دوستش، فامیلش، دوست که نداره، فامیلش هم که از خودش دیوونه تره، یکی باید بهش بگه آقا دست بکش، میخواستی رئیس جمهور بشی شدی، اسمت هم رفت، شماره 45 هم گرفتی، برو آقا گم شو مردک، برو به این بچه آخریت چیز کن برس، برو به اون دختره برس، خجالت آوره. بمانه خب کجا بودیم، چی میگفتیم؟ گفت آی من چه کار میکنم، این ماجرای خانم ها و آقایان، نمیگم کی چون اونم ممکنه به درد سر بیفته. یکی از دوستان خوب من نوشته بود که آقای سربی ماجرای شیطان و زن و مرد رو میدونید؟ گفتم داستان های زیادیه ولی بگو ببینم، یا بنویس ببینم کدومشه. نوشت که شیطان یه روزی میخواست شاگرد جمع کنه و برای مدرسهش، مکتبش ثبت نام میکرد. گفت اون موقع فقط آدم و حوا بودن. آمد گفت که نه، آدم و حوا نبودن، ببخشید. یه نفر زن و شوهر آمدن گفتن ما میخوایم ثبت نام کنیم. گفت خب شما برید یه هفته دیگه بیاین به من بگید که چجوری شیطنت کردین، چجوری تونستید دنیا رو به هم بریزین. اینها رفتن اومدن یه هفته، دید مرده یه سری کاغذ دستشه. گفت خب بگو ببینیم انسان، مرد، تو چیکار کردی؟ گفت که والا من یه مش فکر کردم، فعلا دارم در موردشون یه مش برنامه دارم، دارم در موردشون فکر میکنم که ببینم کدومش عملی کنم. به خانمه گفت خب انسان، زن، شما چیکار کردی؟ گفت من رفتم از اینجا، رفتم بیرون، رفتم ده پایین، بهشون گفتم که چه نشستید، ده بالا دارن میان میخوان بهتون حمله کنن، هرچی باغ و کشاورزی اینا داری ببرن. همون موقع رفتم ده، بعدش رفتم ده بالا، به ده بالا گفتم که چه نشستید که ده پایین دارن میان. گفت اینا هر دو آمدن اون وسط، بزن بزن و بکش بکش و پدر هم دیگر رو در بردن. شیطون گفت که ببخشید، من میخواستم شما رو ثبت نام کنم، شما شاگرد بشی. خانم من با این آقا میشینم اینجا، شما بشو معلم مدرسه شیطنت. اینم از این شر به پا نکنید، شر به پا نکنید. کاکو جون سلام. این مثل به گربه گفتن گوه درمون بیشتر روش خاک پاشید، را که میدونی. بله اینو شنیده بودم. دو ماه پیش با دکتر علیرضا نبی که 13 دقیقه در مورد محل زندگیش مردم بدبخت صحبت میکرد، بالاخره توانستم باهاش تماس بگیرم تا ماهیانه کمکی کرده باشم. آقا بعد از 20 روز جواب نداده، گویا ماهی 50 دلار براش بی ارزشه. یاد تلویزیونهای دولتی اینجا افتادم که یک بار 5 دلار کمک میکنی سالها نامه تشکر میاد، خودت ببین اشکال ماها کجاست. آی گفتی اگر پتیک شما برنامه من دقت کرده باشی، من برنامه این آقای دکتر نبی رو که نگاه کردم، گفتم ایشون یکی از دستندرکاران دولته و شاید یه دلیلی هم که این تو کاراش موفق شده اینه که دولت حامیش هست. و یه برنامه دیگه هم بود که الان یادم نیست که گفتم او این اگه تو اون قسمت هست پس نمیشه آدم مورد اطمینانی باشه. و خوشحالم که 50 دلارت رو نگرفته، 50 دلارت رو خودت میتونی این ور اونور کمک کنی، Save the Children، خودت میتونی بفرسی، همون کاری که کردیم وقتی شما پول میفرسی، من رو هم تشویق میکنی، من رو هم هول میدی که این کار رو انجام بدم. 50 دلار شما فرستادی، 100 دلار من گذاشتم، وقتی به شیراز زنگ زدیم گفتیم 150 دلار کیف و وسیله برای بچه ها بخرین، اون دوستان هم گفتن ما عضو یک کلابی هستیم که افراد بازنشسته و سالمند دور هم جمع میشن، ورزش میکنن، نقاشی میکنن، فیلم میبینن، مسافرت میرن و ما این را هم به عنوان یکی از چیزا میگیم، مخصوصا الان که میخواد مدرسه باز بشه. این قبل از اول مهر بود، ما فقط اینجا مثل آقا رضا نمیشینیم یه پیام بدیم اول مهر مدرسه باز شد، خب آخر مهر، آخر نمیدونم خردادم بسته شد، خب که چی مردک، دست کن تو جیب 10 دلار یه چیزی خرج کن، در صورت آقا شانس آوردی اون 50 دلار رو ندادی یه جای دیگه خرجش کن. خب اینم از این. ما یه ماشینی داریم میخوایم بفروشیم، هی از این اونور برامون پیشنهاد میاد که اینقدر ماشین رو که اینا 2-3 هزار دلار اینا میخوان ارزون تر بخرن. البته خب جا داره که اونا هم پول بسازن، اونا قرار نیست ماشین از من بخرن، تمیزش کنن بعد با وارانتی بدنش به یه کسی دیگه ای ارزون تر، باید از من بخرن تا
وقت و من وقت میرم یه جایی به طرف میگم آقا اگه فکر میکنی این گرونه، این داره پول ساعاتی هم که من و شما اینجا نیستیم از ما میگیره. اون مکانیکی که شما میگیر یک ساعت کار کرده رو ماشین من میخواد از من $200 بگیره، پول 4 ساعت قبلش هم که هیچ کس نبوده باید از شما بگیره، نمیتونه که از مشتری که کار نیاورده بگیره، باید از شما بگیره تا امورش، زندگیش، آیندهش، بازنشستگیش، بیمهش تأمین بشه. و اما یورو نیوز میگه شکنجه نوجوان افغان در قشم، مقامات کابل میگویند ضاربان دستگیر شدند. خب این خبرها من سرتیترش رو میخونم تا اگر شما دوست داشتی این همین سرتیتر رو با فارسی بنویسید توی گوگل میاد اون خبر، یا وقتی میگم یورو نیوز دیگه میرید یورو نیوز، وقتی میگم گویا میرید گویا، وقتی میگم بی بی سی میرید بی بی سی. آیت الله سیستانی خواستار خیشتنداری معترضان و نیروهای امنیتی عراق شد. یعنی عراق مثل که الان اونجا جنبش حاضر در عراق با چند فراخوان در شبکه‌های اجتماعی آغاز شد و هیچ حزب سیاسی یا رهبر مذهبی در این کشور با آن همراهی نمی کند و اینها. و باز برگردیم به این ویدیو جالب آقای حشمت الله رئیسی یا حشمت رئیسی که توضیح میده، میگه بیچاره شما ترکیه نرید، ترکیه یه دفعه بازداشتتون میکنه دست بسته تحویل ایران میده، افغانستان که نگو، پاکستان نرید، اینا اینجوریه، اینها عراق هم که دیگه عراق مال ایرانه. و به اینا میگه شما از چی میگفتن، از هول حلیم توی دیگ نیفتین. اینم از این. ترکیه 3 دانشکده در مناطق تحت کنترل خود در شمال سوریه تأسیس میکنن. 2-3 روز پیش دیدم که مرز سوریه و ترکیه باز شد و اجازه داد که افرادی که از سوریه به عنوان پناهنده آمده بودن در ترکیه برگردن. میدونید که ترکیه اروپا رو تهدید کرد، اگه شما اون کمکایی که ما میخوایم به ما ندین، من میدونید ترکیه بهش میگن دروازه آسیا و اروپا. بعد یا یک جمله قشنگتری هست، جایی که آسیا اروپا رو ملاقات میکنه. خود کشورم اصلا 2 قسمت، وقتی شما میرید زندگیشون اصلا فرق میکنه، قسمتی که مسلمان ها هستن و آسیاییه و قسمتی که اروپایی ها هستن و اینها. در صورت ترکیه تهدید کرد اروپا رو که اگه به ما خیلی فشار بیارید و به ما پول ندین، کمک نکنید، من اینا رو در واز میکنم، میگم یا علی مدد، وسایلم بهشون میدم، یه بطرابم میدم، میگم بیان برین اروپا. حالا اروپا چه کار کرد نمیدونم، ولی میگه ترکیه 3 دانشکده در مناطق تحت کنترل خود در شمال سوریه تأسیس میکند. جالبه که ترکیه مناطق تحت کنترل در سوریه داره. عجب، واقعا چی بگه آدم، شیر تو شیر بگه، خر تو خر بگه، نمیدونم. اعتراض شدید بر سر بهای سوخت در اکوادور، دولت وضعیت اضطراری اعلام کرد. و اما دیدار هیئت طالبان با زلمای خلیلزاد در پاکستان. من یادمه چند سال پیش این زلمای خلیلزاد، اون موقع همون دولت جورج بوش بود و اینا، به من گفت آقای داور با این مصاحبه کن. گفتم من اصلا از این خوشم نمیاد. حالا آقای زلمای خلیلزاد فارسی هم میفهمه و اینا، ولی این میشه گفت یه آدم پااندازه. یعنی اون موقع برای دولت جورج بوش همه این جنگ و منگا و اینا رو اینا را انداختن، حالا میره به همون طالبان که اینا میخواستن نابودش کنن، میاد میخواد صلح کنه با دولت ترامپ. و نمیدونه کلا دیدید بعضی ها را از این ور خیابون هم شما نگاهش کنید، از هیکلش، از قیافش خوشتون نمیاد. این یکی از اوناست. بحران هنگ کنگ، ماسک زدن در تظاهرات ممنوع می شود. چرا؟ میخوان اینا رو فیلم برداری کنن، شناسایی بشه، بعد هر کدومشون زدن شیشه ایش کنن و پلیسی رو مجروح کردن اینا. و دیروز بود یا پریروز بود که 70 سال اون حزب کمونیست چین و اینا اگه اشتباه نکنم بود، دولت چین یا
اینا میخواست توی هنگ کنگ هم یه نمایشی بذاره که بگه ما هنوز مردممون با هم هستن و اینها، ولی اونایی که چندین هفته هست چندین ماه الان دارن تظاهرات میکنن با برنامه اینا رو به هم ریختن، حتی یک جوونی هم به چستش به سینهش تیر شلیک شد، نمیدونم به اصطلاح فوت شد کشته شد یا نه، چون خبرها رو این چند روز گذشته همونجوری که برای دوستم آقای لادن توضیح دادم، گفتم که توی آمریکا شما وقتی میری مرخصی برمیگردی بعد باید بیشتر کار کنی، کاغذات رو ردیف کنی، پول بیل و اینا رو بدی، ماها دیگه تو این سن و سال وقتی برمیگردیم باید بیشتر کار کنیم، پول اون مخارج رو اونجا میری با کردیت کارت بریم این رستوران قشنگه، بریم این موزه رو ببینیم، ماشین کرایه کنیم، اینو اینا، و وقتی با کردیت کارت شما پرداخت میکنی، اینا با فلسفه داره، اینا پشتش سالها مطالعه کردن، راحته، شما حس نمیکنید اون پول از جیبتون در میاد، شما نگاه کنید پول که از جیبتون در میاد میدید دست طرف میرتش، ولی کردیت کارتو که میدید دستش یه قبض هم بهت میده، دو تا چی میذاری تو جیبه، یعنی حس نمی کنی یه چیزی از جیبت رفت، میدونی؟ حس میکنی که بله پرداخت شد، حالا بعدن هم شاید خیلی هم امیدوارم که امشب اگه مردیم دیگه بدهکار نیستیم. راستی نمیدونم، کردیت کارت هم مثل ماجرای شاه و پسرشه که اگه شما مردی همه این پولا رو که خوردی دیگه پسرت و اینا هم نتونن به اصطلاح جوابگو نباشن، چون رضا پهلوی پولایی رو که پدرش حالا یا با دزدی یا با کمیشن اینا گرفته خورده میخوره، ولی اگه بهش میگن خب آقا شما که تازه میگی 62 میلیون رو خودش گفته، برید ببینید مصاحبهش با اون فرامرز حسینی، کامبیز حسینی، که اینم به کامبیز نوشتم من چند ساله گیر دادم به این پول رضا پهلوی، تا شما اون جوکه بود گفت طرف رفت رستوران یه لوبیا رو یا یه نخود رو میخواست با چنگال بگیره، هر چی میزد در میرفت، صدای گارسونه زد گفت که این چجوریه، گارسونه یواش گذاشت روش، یواش فشار داد گرفتش، بعد که داد این آقا هم ایرانی بود، به جای اینکه بگه خیلی ممنون با پررویی خاص خودش گفت که خب بله دیگه من خستش کرده بودم شما گرفتیش. خیلی خوشحالم آقای احمدعلی مسعود انصاری هم اینجا هستن، یکی از افرادی که همین رضا پهلوی رو مجبور کرد بیاد ماجراهای پول و پول گرفتن اینور اونور و اینها رو بگه، همین آقای احمدعلی مسعود انصاریه. احمدعلی مسعود انصاری که چون باورمند دین داره به رضا گفته آقا این کارو نکن، تو نمیتونی پول آقای شهبازی، پول دیگرانی که برات کار کردن بگیری بعد کلک بهشون بزنی، بعد به دروغ بهشون بگی پولتون هست ولی پول باطل شده باشه رفته باشه و اینها، و پول خودتو مامان جونتو اینا رو بگیری، در صورت اینم از این. و امروز برای آقای احمدعلی مسعود انصاری اون ویدیوی آقای حشمت الله رئیسی رو فرستادم، آقای انصاری اگه خواستید یه برنامه بیاین درباره این ماجرا و این شوراهای گذار، دولت‌های نمیدونم قغنوس بود، مغنوس بود، اون یکی دیگه فرشگرد بود، اینها شما یه توضیح بدید اون موقعی که شما با رضا پهلوی بودید و احتمالاً اوائل انقلاب و اینها بود، شور هیجان بیشتر، افراد جوان‌تر، پول‌ها تو دستشون زیادتر، اون موقع چی میشد، چه بحثایی میشد وقتی میمدن هی به این میگفتن چپ و راست بیاد داخل این حزب بشو داخل اون حزب بشو، آیا کسی در این سیستم بود؟ به احتمال زیاد شما یکی از اونایی بودید که بهش میگفتید نکن، خودت رو به اصطلاح آغشته و آلوده به این کار یا به این افراد نکن، ولی اینو دوست دارم از شما بشنوم. دوستان عزیز همونجور که بهتون گفتم برنامه امروز به جای 2 تا 4 بعد از ظهر زودتر شروع شد، و به خاطری که من باید برم به تزدا و مریلند و اینها، جمعه ها شما نمیدونید ترافیک چه خبره اینجا. اینجا یه پلی داریم به نام کبنجان بریج که بین مریلند هست، بین ویرجینیا هست و مریلند، اصلا و هر وقت میزنی صبح زو شب این نقشه حالا گوگل باشه، ویز باشه، اپل باشه، هر چی باشه، این قسمت رو قرمز نشون میده، و خیلی ها آمریکا هنوز این مشکل ترافیک رو نتونسته حل کنه. باور کنید من بی صبرانه منتظر این هستم که ماشینایی که اینجا بهش میگن سلف درایو یا درایورلس،
ماشینای بدون راننده بیاد، که البته چند روز پیش باز داشتن امتحان میکردن، یکی از این تسلاها شروع کرد این برابر چرخیدن. و یادتون باشه این ترامپ رو دنبال کنید رو توییتر، مردک عین بچهای کلاس هفتم هشتم، مثلا تو یکی از این بازیای تو بازی نه توی فرودگاهی از این ماشینای هست که میاد بغل هواپیما وای میسه، این باکسش میره بالا میچسبونن به هواپیما، هم خوراکایی که من و شما میخوریم ساندویچ نوشابه اینا رو اینا میارن، بهشون میگن کیترینگ تراک. و یکی از اینا این طرف وقتی داشته اینو میذاشته داخل چیز، یه بسته نوشابه میفته میره رو گاز ماشین، این ماشین شروع میکنه چرخیدن، که به نظر من یه اشتباه بوده، حتما ماشین رو تو دنده نگه داشتن، ماشیناشون معمولا اتوماتیک و اینها، ولی اگه رو گاز هم افتاده باشه نباید اینجوری باشه، مخصوصا این هیدرولیک اینی که رفته بالا و اینا بماند. این ماشین شروع میکنه به کامیون شروع میکنه به چرخیدن و یکی دو بار خیلی نزدیک میشه به هواپیما، و یکی از اون آقایونی که اونجا بوده با لیفتراک، با این چیزای کوچولویی که بار میبرن این ور اونور، دیدید یه چیزی راه میفته میره چند تا میکشه، اینایی که کیفا رو میبرن اینا، یه چیزی مثل اون میزنه بهش و میگیره. بعد ترامپ نوشته بود که بسیار عالی و آن تایم. اصلا این نمیفهمه، تو حتی اگه میخوای این کار بکنی یه حساب شخصی باز کن. الان خیلی ها دارن به توییتر ایراد میگیرن که آقا این داره تهدید میکنه دیگرانو، داره فوش و فضیحت میکنه. ما یه بار به این آقای فخرآور گفتیم آقا تو دیگه رسیدی به جایی که فکر کنم خودکشی میکنی. توییتر برای من نوشت شما نباید به یک کسی اینجوری بنویسی، چون فردا اگه این خودکشی کرد میگن که سوربی بهش ایده داده. تو که آمدی اینجا الان نه زن داری نه دوست دختر داری، دوست دخترات هر یه ما ولت میکنن چون میفهمن آدم کثیف و پلیدی هستی، آمریکایی‌ها دیگه محلت نمیذارن، ایرانیان نیستن، ممکنه خودکشی کنی. توییتر به من گفت شما نمیتونی این حرفو بزنی. وقت چجوریه رئیس جمهور آمریکا این همه از صبح تا شب داره تهدید میکنه، میگه اون کسی که آمده خرابکاری منو گزارش میده اینو باید اعدام کنی. تعجب میکنم. خب میگن که با سلام به شما دوست عزیز، I'm glad we are out of painful traffic. بله این دوستمون خانم شوبری، حالا منظور شما رود آیلند زیباست یا ترکیه، اصلا شما کجا هستید؟ شما گاهی وقتی هم یک گزارشی با ویدیو این تلفنتون رو قشنگ بردارید، شما که اینقدر عکسای زیبا میگیرید، عکس شما رو دیدم رود آیلند یا نیوپورت که نوشتم ویلکام هوم و اینها، و برنامه های فیسبوکی بذارید، گزارش بدید برای ایرانیا، بگید کجا هستید، چجوری هست اوضاع ترافیک، چجوره اوضاع مردم، چجوره. ما که حقیقتا ترکیه آمدیم و شما هم خیلی لطف کردید، همسر شما با شما واقعا آدم میمونه توی مهمون نوازی، ولی از ترکیه حقیقتش خوشم نیمد، یعنی ترکیهی که ما دوستان تعریف کرده بودن اینجوره اونجوره، شاید به دو دلیل، یکی تابستون بود گرم بود، یکی تعطیلات تابستونی بود. باز هر جا میرفتی، حالا بچه و اینا نمیگیم بده، ما خودمون هم بچه داریم هم نوه داریم، ولی دیگه زیادیش بده. بعد این سوریه‌ای ها اونجا بودن همه مثل شبح، مثل این روح ارواح سیاه تو خیابونا میچرخیدن اینا، بعد همه اینا به کنار، روزی 5 مرتبه اذان این از این وره. آقا من تو هتل بودم توی آنتالیا، جای قشنگ، از اینجا دریا رو میدیدیم از این ور، ولی خب یه مسجد دو مسجد سه مسجد، بعد اینا آخه ببخشید پدر سوخته وحدت اسلامی یکیتون صحبت کنید. این اون موقع حمزه میرفته بالا داد میزده از اون میگفته که صداش مردم بشنون، و به خاطر همین این مناره، فکر کنم آمریکایی هم میگن مناره، این مناره ها رو درست کرده بودن که هم بالا باشه هم صدا بپیچه و هم برسه. حالا این احمقا به جای یه آدم بلنگو گذاشتن، 4 تا بلنگو، مثل اینایی هست که تنبک میزنن. آقا شکل تنبک رو اینجوری ساختن که شما اگه یه جایی 600 نفر نشسته باشن بزنی این صدا 600 نفر میفهمن. طرف میاد میکروفونو میکنه تو کونه بلنگو، تو میکروفونو میکنه تو کونه تنبک، و همه ناراحت میشن میگن آقا چرا این تنبکی ها همیشه صداش بیشتره. یا اینایی که این
قرنه نه، اون بوغه چیه؟ ترامپت میزنن، حالا دیگه یه چیزی، یه میکروفونی میکنن اینجاش. آقا این ترامپت این شکل ساختن که این صدا رو پخش کنه. خدا بیامرزه، من یه چند جلسه شاگرد محمد رضا لطفی بودم و این لطفی با همه بد اخلاقیش یه چند تا حرف درست میزد. میگه آقا این شکل تار و این پوسه حیوان و اینا رو گذاشتن که صدا رو منعکس کنه، بلنگوه، آمپلیفایره. بعد وقت طرف میاد یه میکروفون میذاره زیر اینجا برای تار و شما این خشخش، دقت کنید دفعه دیگه، خشخش این چیزا رو، مزرا یا زخمه که میگن، برای همین مزرا با شما متوجه میشدی، چون یه چیز برونزه، میزنی باز به سیم برخورد دوتا فلزه به جای یک صدای قشنگ. در صورت منظور شما از ترافیک ترکیه است یا ترافیک اینجا. و خیلی خوشحالم که بیننده برنامه هستید. آهان، our home in Turkey is Turkey. ایشون میگه که منزل ما دیگه، حالا شما یه کمی کوتاه بیا، 5 سال ما به شما صبر میدیم، 5 سال به شما صبر میدیم، بعد ازتون میپرسیم که منزل شما ایران هست، آمریکاست یا ترکیه. در صورت خیلی ممنونم از قول من، سلام برسونید هم به آقای لطفی گرامی هم به پسرای گلتون. خیلی خوشحالم دیدم که سالگرد ازدواج پسرتون و دیدم که باز با نیما و خلاصه دور هم هستید و با سگها. این سگها هم واقعا اون، اگر یه وقتی آدم احساس تنهایی میکنه، مخصوصا زندگی تو آمریکا یه جوری که بچه ها با آدم نیستن، این سگ ها بدون کاندیشن، بدون هیچ شرط و شروطی اون عشق و علاقه رو به من و شما میدن. امیدوارم یه روزی تو ایرانم این حیوان آزاری و سگ کشی و اینا از بین بره و ما اون مهر و علاقه و عشق و اینا رو به حیوان ها داشته باشیم، ولی نه اینجوری که حالا میدونی ما ایرانی ها اشکالمون اینه که یا شورش میکنیم یا بی نمک. الان تو ایران میگن آقا این سگا افتضاحه، طرف میاد خیلی خوشگل فلان، ولی سگش همینجوری تپاله که مال حیوانات گاو و اسب و فلان اینا، همینجوری کثافتکاری میکنه و میره. خب خانم، والا من اینجا که نشستم، خانمه میاد مثلا سگش اگه اینجا یه کاری میکنه، بعضی وقتا نگاه میکنم چون میشناسمشون، میبینم مثلا این سگه قرار بوده یه بار نمبر 2 شماره 2 بکنه، این بنده خدا پلاستیک نداره، بعد میبینم میره از خونش ور میداره میاد، نشونی میکنه کجاست، درست روبروی این پنجره میاد ور میداره میره. اینا رو هم باید تو ایران یاد بدن. اون وقت آخوند احمق به جایی که اینو یاد بده شروع میکنه سگا رو میکشه، همینجا هم سگ میکشن دوستان. ولی برید ببینید چقدر قشنگ توی این انیمال شلترا هر روز میگه این سگه 3 روز اینجا موند، نتونستن ببرن میخوابوننش، ولی یه نفر با تیر و تفنگ نمیفرستن تو خیابون جلو مردم. خواه تو که رفتی اونجا اینو بگیر ببر یه جای دیگه سر به نیست کن. میدونید این وحشی بازی، حالا اگه بگم دوستان بعدشون میاد، شما برید عکس ولیعهد رو نگاه کنید، بچه بوده رفته نمیدونم خرس کشته، بچه بوده رفته گوز کشته، شخشم گرفته. همین بچه های این شارلاتان ترامپ رو نگاه کنید، بلند میشن میرن نمیدونم حیواناتی رو که نسلشون رو به انقضا، یعنی داره میرن اینا رو میکشن. بعد هم میگه خب ما این پولی که میدیم اونا دوباره میرن اونا رو چیز میکنن و فلان اینا. درست اینم از این. و بذارید یه چند تا از این خبرها رو براتون بگم و برم. دانشگاه های ایران از هند هم بیشتر است، ولی حرفی برای گفتن ندارن. یعنی من نمیدونم منظورشون از حرفی برای گفتن ندارم یعنی درسی برای دادن ندارن، و بعدم منظورشون اینه که حالا که ما این دانشجو رو فرستادیم، شد یا لیسانس، شد فوق لیسانس، شد دکترا، جایی نداریم که این چیزایی رو که آموخته به دیگران یاد بده. اینم از این ماجرا. یه دوستی هست اینجا به نام آقای کامرانی، ایشون خیلی طرفدار تند و تیز آقای ترامپ هست و ما قرار بود با ایشون یه برنامه داشته باشیم، اسمشون یه چیز دیگه است ولی اینجا می نویسن آلیسس، نمیدونم این آلیسس معنی خاصی داره، اگه داره لطف کنید اینجا بنویسید و یه روزم بیا با هم صحبت کنیم دیگه، نترس. من سالها پیش
رفتم یه جای خونه اجاره کنم، یک خانمی بود به نام لیندا، نه لیندا یا یه چیزی بود، خلاصه زن آمریکایی بود، ولی این منیجر این آپارتمان ها بود. دوستان واقعا مثل مدیر مدرسه، ناظم مدرسه که بچه ها از حساب می بردن، همه اینایی که ما اونجا اجاره نشین بودیم از این خانم حساب می بردیم. حالا چرا نمیدونم، ما حقوق میدادیم، این با حقوق ما اونجا به اصطلاح استخدام شده بود کار میکرد، ولی اون جذبه و اینجا میگن firm and fair، یعنی قاطع و عادل، اون قاطعیتش و ایناش این خیلی چیز بود. یه دفعه منو بیرون دید، گفت که یه بسته ای داری، چرا نمیاد ببری؟ گفتم والا صبح که من میرم سر کار 4 صبح، عصرا که برمیگردم 11 شب، آفیس شما باز نیست. بعد خندید و گفت میدونم شما هم منو هم دوتا برادر دیگه‌مو میشناخت و اینا. اینجوری بود، من توی آپارتمان بودم، داداشم توی آپارتمان، اون مال خودش بود، اون یکی دیگه توی آپارتمان، ما پدر مادرم هم توی آپارتمان. بعد میگفت که شماها خیلی سخت کار هستید و اینها، و هر وقت وقت کردی بیا تو آفیس من، نترس، گازت نمیگیرم، I won't bite you، دندونت نمیگیرم. ما شیرازی ها میگیم دندونت نمیگیرم، تهرونی ها میگن گازت نمیگیرم. من نمیدونم گاز چی کاره، این دندونه شما رو دندون نمیگیرم. یکی از این ما شیرازی ها فارسی یاد بگیری. اتفاقا این مجله Persian Heritage یا چیز باید بگیم، آقای شاروخ احکامی می‌نویسه، از سمت چپش مقاله های انگلیسی میاد تو اینها. دیدم یه مقاله درباره شیراز و لهجه شیرازی نوشته بود، البته به اشتباه نوشته بودن پرژن و شیرازی لنگویج. به نظر من لنگویج غلطه، اکسنت یا لهجه شیرازی هست، چون ما که پرژن فارسی، ما دیگه زبان دیگه ای نداریم تو شیراز، فارسی داریم با لهجه شیرازی. بماند. اینم از این، خیلی ممنونم، متشکرم که دوستان اینجا هستن. دوستان بعد از برنامه هم میتونید این برنامه رو برای دوستانتون ارسال کنید، به اشتراک بذارید و الی آخر. شما اگر با من موافق باشید که خب ازتون خواهش میکنم حمایت کنید، اگر مخالف هستید ازتون خواهش میکنم بیاین در برنامه خود من مخالفتتون رو بگید. به قول اون خانم منیجر قول میدم که گازتون نگیرم، یک، و حمایت کنید. من یه دوستی دارم با وجود که طرفدار پادشاهی هست، ایشون از آلمان ما رو حمایت میکنه و من همیشه بهش گفتم خیلی ممنون و متشکرم، و شما به من ثابت کردید اون نوشته ای رو که همه ما به عنوان شعار تو خالی استفاده میکنیم که من حاضرم جانم رو بدم ولی تو حرفت رو بزنی، مال کیه؟ دکارت، مال اونا دروغ میگن. و امروز دیدم این آقای کوروش کلهور، من سالها پیش با محمد کلهور کار میکردم، تلویزیون ایران ول کرده بود اومده بود اینجا، این کوروش کلهور فوشایی داده بود با آقای سهراب چمنارا، که هم آقای سهراب چمنارا برای من فرستاد، هم آقای آریانپور، و من نوشتم شما از طرفداران پادشاهی چه انتظاری دارید؟ اینها احمقان نمیفهمن 57 سال پدر شاه و شاه به مردم فوش داد و فاصله خودش رو از مردم زیاد کرد. آخوندا آمدن توی 2-3 ماه همون اول انقلاب با مردم با زبون مهربانی و خودی صحبت کردن، چنان اونجا وایسادن که الان 39 ساله دارن میکشن و میزنن و فوش میدن، هنوز پابرجا هستن، ولی نوبت آخوندا هم میرسه، چون اینا هم رسیدن به جایی که فکر کنن تافته جدا بافته هستن. اون ژن خوب، اون احمقی که میگه ما ژنمون خوبه، آقازاده یعنی چی؟ همین، به اینجا میرسه. اتفاقا یه فیلم رو دیدم به نام ژن خوک، این فیلم رو هم اگه خواستید نگاه کنید، ماجرای دوتا زندانی و اینها هست، و من بعضی وقتا حتی دوستان لطف میکنن میگن که این فیلم رو نگاه کن، نظرتو من بده، با اون سرعت تون نگاه میکنم. خب برگردیم اینجا و ببینیم که چی میشه. ها، این دوست من، یک همون دوستی که از خلیج فارس یه ویدیویی فرستاده بود، بیچاره مرده از زندان آزاد شده، حالا جشن گرفته بودن،
وقتی میاد داخل خونه روش از این چیزایی میریزن که مثل کف هست با اسپری، و یه نفرم یه از این مشعلا گرفته دستش و اون آتیش میگیره و اینا. گفتم شانس آورده این عرب رو کلش از این چیزا پوشیده، تمام لباس پوشیده، و من خودم دیدم تو چند تا برنامه عروسی و تولد مخصوصا خانم ها که موهاشون رو خب موهاشو چی میگفتن موهاشو اینجوری کرده بوده فلان اسپری میزنن. این اسپری ها دوستان یه دفعه امتحان کنید، ولی مواظب باشین یه فندک اینجوری روشن کنید، فندک های بلند که دستتون دور باشه، یکم اسپری بزنید. این کار ما با پوست لیمو اینا انجام میدادیم، اون الکل داخلش بود، ولی این اسپری ها مواد شیمیایی آتشزا هست و منتظر کبریته. اون وقت اون آتش گرفته بود. حالا امروز یه فیلم میفرستاده بود، نوشته بود عروسی به شکل دیگر. شاید چون من اون عروسی نبود، درخواست ازدواج بود که نشون دادم که طرف رفته زیر آب، از دوست دخترش تقاضای چیز کرده، ازدواج کرده، بعدم همون تو اقیانوس مرده و اینها، ایشون یه چیزی فرستاده، دفعه اول دیده نمیشد، حالا که دیده میشه از اینایی که 90 درجه چرخیده. بارها بهتون گفتم دوستان، متاسفانه یا خوشبختانه این تلفن‌ها از وقتی آمد، شما فیلم که میگیرید اگه ما اینجا پخش کنیم دو طرفش سیاهه، اگه اینجوری فیلم بگیرید درست مثل اندازه صفحه تلویزیون، دفعه دیگه متر کنید اینجا رو، متر کنید اینجا رو، متر کنید، معمولا 16 به 9 شاید هم کمتر، ولی اینجوری بهتر میشه برای فیلم برداری. سعی کنید و با یه دستی هم میتونید، بارها نشون دادم اینو اینجا نگه دارید، اینجا نگه دارید، اینجا. البته اگه با دو دستی فیلم برداری کنید و دوربین هم خیلی آهسته، هنوز تمام این زایس و مایس و اینا نتونستن یه لنزی بسازن مثل چشم من و تو ما، که تو تاریکی لنز بزرگ بشه، دریچه‌اش باز بشه، تو تاریک روشنایی کوچیک بشه، دور رو ببینه، نزدیک رو ببینه، فلان. اینها نتونستن همچین چیزی رو بسازن. حالا یا خدا ساخته یا طبیعت ساخته، ما کاری به اون قسمتش نداریم. در صورت فیلم برداری یه هنره که شما این هنر رو به وسیله تمرین میتونید برای خودتون بگیرید. همونجوری که بهتون گفتم مثلا این خانم فریشو بری عکسای خیلی قشنگ میگیره و همش هم با تمرینه. چی گفت آمریکایی؟ گفت practice make it perfect، یعنی تمرین شما رو به جای عالی میرسونه. ایرانی هم میگه کار نیکو کردن از پر کردن است. شما اگه میخوان کاری رو به نحو احسن انجام بدی، این کار رو باید بیشتر انجام بدی. این پر کردن یعنی زیاد، نه که پرش کنیم. در صورت این فیلمه یه خانمی رو نشون میده با یه آقایی روی الاغ هستن، ولی نمیدونم حالا که میبینیمش از این وریه، یه بار دیگه بعدن عوضش میکنیم. میتونید برنامه های هست که اینها رو بچرخونید و بریم اینجا یکی دو تا دیگه خبر رو بخونیم. تو 5:12 من از حضورتون مرخص میشم. دانشگاه ها رو براتون گفتم. و اما at least 4 officer killed after knife attack at Paris police. توی پاریس گویا 4 نفر کشته شدن، اونم 4 تا پلیس، یا ببخشید ببینم فو نگفته 4 تا پلیس، بذارید من اینو بیارم اینجا. این میگه الان ساینین کن و اینها، بذارید ساینین کنیم، بعض وقتا به دیدنشون میارزه. این ایمیلمون، ببخشید دوستان یک لحظه، و این هم توییتر پسوردمون. اینم فیلم ببینیم چی میگه. 17 ثانیه است، یک لحظه بذارید من اینو از اول براتون بیارم نشون بده. منم الان میبینم، چون اون موقع فکر کردم خبر خوندنی یا عکسه، ولی الان میبینم که چیز هست. at least 4 officers، بله 4 officers، میگه 4 تا افسر یا 4 تا پلیس کشته شدن، این هم پاریس. بذارید من این صدا رو هم باز کنم. دوستان یه دفعه من پرسیدم، با وجود که خودم هم رشتم برقه ولی چون الکترونیک نمیدونم، سعی دوست دارم از یکی دیگه بپرسم، چرا بعضی وقتا بلنگو رو که روشن میکنید یک صدای تراقی داخلش میاد؟ میدونم این تخلیه اون الکتریسیتهی که توش مونده، چجوری میشه این رو از بین برد؟ آیا باید مثلا یه بوبین بزنیم سر راش، یک خازن بذاریم سر راش،
چرا این صدا رو میده. حالا با هم بشنویم و ببینیم این چی میگه. خانم طنازی که خودشون فرانسه هستن میگن 3 تا پلیس مرد، 1 پلیس زن و 1 مجروح با چاقو آنها را کشته. خب ببینید پلیسا باید با اسلحه ها و با تون و اینها بلد باشن چجوری حمله کنن. بفهم حالا همسن اوتومانسی ها چیزی نشون نمیده. این بعد از ماجرا این چیزی نشون نمیده بهتر، چون بعضی وقتا دیدن این چیزایی که حمله و اینا هست آدم به اصطلاح قلبش ناراحت میشه. ولی ممنونم از شما دوستان عزیز، ممنونم از شما. و دیروز پیروز هم اینجا ماجرایی که یک پلیس زن که 4 سال سابقه پلیس بودن داشت، بعد از 13-14 ساعت، شما میدونی وقتی 13 ساعت کار میکنی شما 16-17 ساعت بیدار بودی تا از خونه بلند شی و بری و برسی و لباس عوض کنی و ساعت بزنی فلان بماند. این بنده خدا اینقدر خستش بوده که وقتی میاد اشتباهی با ماشین میره تو اون طبقه که پارک میکنه، میاد میره خونه اشتباهی. اینا حالا همش هم از خستگی سرچشمه میگیره و الا دم در یک فلورمت قرمز بوده. بعد اینو که میدید میفهمید اصلا شما دره که باز میکنی خونه خودت با خونه اشتباهی که میری فرق میکنه. بعد اون مرده بدبخت حسابدارم بوده، CPA Certified Public Accountant CPA بوده، 26 ساله، یک جوان سیاه‌پوست، نشسته بوده داشته تلویزیون نگاه میکرده و بستنی میخوره. بعد این خانم تق تق 2 تا تیر زده کشتتش. حالا هم آمده بود گریه و زاری، مادرش هم آمده بود. و این تو خانواده های آمریکایی متاسفانه زیاده که مادره وقتی شوهر به اصطلاح اون پدر افسری طلاق میگیره یا طلاق میده میره، اینا میرن یه مردی رو میارن. این مردا خیلی هاشون، همشون نه، خیلی هاشون به دختره تجاوز میکنه. و خانمم پیرزن کج موج بود بنده خدا، با اون سنش آمده بود گواهی میداد که این دختر من اصلا از اول اینجوری بوده و فلان اینها. و بهش هم واقعا ارفاق کردن، چون گفتن از 25 سال تا 90 سال، ولی بهش دادن 10 سال. برادر طرف که کشته شده بود اومد توی دادگاه بغلش کرد، که معمولا این کار اجازه نمیدن، چون ممکنه اینو بغل که میکنه چاقو بزنه، ممکنه اینو بغل که میکنه اینقدر فشارش بده که استخوناش بشکنه. ولی نگاه کنید هم موقع پلیس هم وایساده. قاضی که یک زن بود چند بار گریه کرد در به اصطلاح جلسه دادگاه، بعدم آمد این خانم رو بغل کرد، بعدم آمد کتاب انجیل رو بهش داد، گفت این 10 سالی که میری زندان، بعد 5 سال میتونه اگه رفتارش در زندان خوب باشه آزاد بشه. پرول نمیدونم تو ایرانی چی میگن، اینایی هست که چیز معلق میکنن، زندان تو معلق میکنن، ولی مثلا هفته یه بار باید بری خودتو به پلیس اونجا معرفی کنی. در صورت این خانم زده اینو کشته. بعد توی دادگاه گفتن شما همه کارا رو غلط انجام دادی. خانم شما اومدی کلید بکنی تو در، دیدی در وازه. خب تو باید بفهمی یکی آمده داخل، باید بیای عقب، بعد زنگ بزنی، بی سیم داری، تلفن داری، به جایی که بعدش به دوست پسرت زنگ بزنی بگی بیا منو بغل کن، باید به چی زنگ بزنی. بعد با وقتی آره زدی کشتیش باید میرفتی ببینی این افتاده رو زمین، باید CPR کمک های اولیه اینها، هیچ کدوم انجام نداده. ولی صادقانه تو تلویزیون، البته اینا رو کوچ میکنن، یعنی بهشون تمرین میدن، روزای قبل از دادگاه وکیله میاد نقش بازی میکنه، حتی قاضی میذارن فلان سوالای مختلف میکنن. در صورت بعضی وقتا شهادت دادن خود طرف در دادگاه به ضررش تموم میشه، ولی شهادتی که این خانم داد و با این گریه و زاریایی که میکرد و اینا به نفعش تموم شد. داخل چیزم هم خانواده مقتول به اصطلاح پدر مادر شکایت، یعنی ناراحت بودن که 10 سال کافی نیست، هم بیرون تظاهراتی شد. ولی باز این یه درس خوبی بود برای پلیس آمریکا که چند سال گذشته این همه آدم ها، این همه جوان ها رو چپ و راست کشتید و یکی یکی به اصطلاح تبرئه شدید، الان قرار نیست اینجوری باشه. گویا تگزاس میخواد پرچمدار این حرکت باشه. دوستان عزیز، گفت به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است و
داستان و گفته های زیادی دارم، ولی بهتون گفتم متاسفانه چون شماها حمایت نمی کنین ما باید بریم از جای دیگه پول در بیاریم و میشه همین. ساعت نهار بوده، مقامات پلیس هر کدام در اتاق خود بودن و یکی را روی پله کشته. با همه اینها من میدونم دوست عزیز، ببینید دفاع از خود اینجا الان یاد میدن به خانما، میگن شما اگر رفتی پول بگیری از بانک، یکی آمد هیکلش هم گنده بود مثل سربی اینجوری گرفته فلان اینا، اینجوری کن اونجوری کن، یک کلاسی هست یاد میده. و یک خانمی، یه نفر که آمده بود تو خونش تجاوز کنه، گفت بهش گفتم که حالا چرا میخوای با زور و اینها تجاوز کنی، من تنها هستم، تام تنها هستی، اول بشین چای بخوریم قهوه بخوریم. بعد این خانمه میگه نشستیم صحبت کردیم و قهوه و فلان اینها، آقا شروع کرد گریه کردن زاری کردن. و اینو درس میدن که با این کسی که به جایی رسیده که میاد تجاوز میکنه، این مشکل داره، شما سعی کنید بلد باشید با این یه جوری رفتار کنید که هم خودتون رو نجات بدین، چون خیلی از اینا وقت تجاوز میکنن حالا شاهد تجاوز دارن اونو میکشن که شاهد از بین بره. من به بچه هام یاد دادم، گفتم اگه کسی برای پولتون آمد، این کیف پولی کلید ماشینتون رو بندازید در اون جهت، از این ور فرار کنید، چون اون دنبال پول ماشین پول هست و کلید ماشین، بندازید در اون جهت، از این جهت فرار کنید و سعی کنید تو خیابون و اینا نرید که با ماشین بیاد دنبالتون، فوری تو پیاده رو، تو کوچه، پس کوچه و الی آخر. اینا رو کلاسایی هست اداره پلیس توی کانتی های مختلف، کانتی یعنی شهر و شهرداری و اینها، اونجا یاد میدن، آموزش میدن سلف دیفنس. به خانما میگه نگاه کن، شما میدونم کوچولو هستی، ولی چقدر خوب کوچولو هستی، شما پایین هستی، این زانوتو بیار بزن تو بلا نسبت این آقا، ببین اون وقت دنیا و دین و ربش رو یاد میکنه، حالا چاقو دستش باشه، اسلحه دستش باشه. ولی اینا رو باید تمرین کرده باشید، اینا رو باید 3 هفته رفته باشید، لباسای مخصوص میپوشه، اون مربی میاد میگه من میخوام به شما حمله کنم، چوب دستشه، بعضی وقتا اگه شما دیر به جنبی با چوبم میزنه بهت، البته چوبی که فقط صدا میده و اینها تو کاراته هم استفاده میکنه، یه نیای هست که اینا چاک میزنن، وقتی میزنه یک صدایی میده میگه آها آه الان استخونش شکست، ولی فقط صدا داده، یادم نیست اسمش چیه. دوستان عزیز، برنامه های تلویزیون مردم همینه، من هستم و شما، اون شعرم کی بود میگفت من باشم و تو باشی، ولی حمایت کنید. و چیز دیگه ای ندارم برای گفتن، ولی یعنی گفتنی ها خیلی زیاده، ولی باید برم به کار و زندگی برسم. از این که با تلویزیون مردم بودید ممنون، متشکرم. از این که برنامه صبحی با مردم تماشا کردید ممنونم. دوستانی که طرفدار ترامپ هستید، از اون عصبانیت و یک دندهی دست بردارید، نگاه کنید ببینید 3 سال گذشته این آقا تمام قولهایی که داده انجام نداده، دیوار که قرار بود درست کنه درست نکرده، حالا دیگه میگه خندق میخوام درست کنم، مارو سوسمار بندازم توش، و این فقط به فکر خودشه، این یک آدم نارسیسیسم یعنی خودشیفته است. و نگاه کنید بچه هاش حتی 10 سال باهاش حرف نمی زدن، اونام الان چون آدم های عقب افتاده هستن تو این جامعه، آدم های موفقی نیستن، فقط به خاطر پولش برگشتن با این و کلن یک خانواده ورشکسته هستن، یک خانواده ورشکسته. ولی شالاتان که با شالاتانی اومد به مردم گفت من موفق ترینم، مردمم گفتن ما دولت رو میدیم دست این بیزینسمن مثل بیزینس رانش کنه، و اینم درست مثل بیزینس های خودش رانش کرد، زدش به زمین، دولت آمریکا به زمین خورده. نگاه کنید هنوز کابینش نتونسته تکمیل بشه، 3 سال گذشته هنوز کابینش تکمیل نشده، هیچ کس حاضر نیست بیاد بشه سکرتر فلان، وزیر فلان، چون میدونه فردا پشترش فوش میده. امروز میگه این تیلرسون بهترینه، از موبیل آوردمش، از اگزان آوردمش، فردا میگه این احمق دامه مثل سنگه. یه جورای ترامپ مثل ماه، وقتی با یکی دوسته خداست، اون طرف بهتون گفتم یه دوستی مال ما از همسرش جداش، آقا روز بعد
میخواست به من و همسرم و فامیل و اینها بگی که اصلا این شما این همسر ایشون فرشته که نبوده، هیچی، آدم معمولی هم که نبوده، هیچی، یه فاحشه به تمام معنا بوده، مادرش هم فاحشه بوده. بهش میگم دوست عزیز، ما و انسانهای دیگه مثل کلید برق نیستیم که این کلیدو بزنیم خاموش بشیم، این کلیدو بزنیم روشن بشیم. ما ساخته شدیم از پوست، رگ، گوش، احساس، عصب، و ما دیدیم، ما 10 سال 20 سال با شماها بودیم، رفتار شما رو دیدیم، رفتار اینا رو دیدیم، دیدیم که تو مردکه چاق نشستی، خونه رو نگه داشتی، بچه‌هات رو با زنت کردی بیرون. هرچی ما بهت گفتیم آقا بیا خونه من، برو خونه برادرت، برو خونه برادر خانمت، هی گفتی نه، خودخواهی، خودشیفتگی به اینجا رسیدی. و این ماجرای ترامپ هم ایرانیایی که دوستش دارن خودشون رو تو ترامپ میبینن. و الا شما میتونی مخالف آخوند باشی، ولی ترامپ مخالف آخونده؟ شما حرفای ترامپ رو نگاه کن، یه روز میگی باهاشون حرف میزنم، یه روز میگی باهاشون معامله میکنم، یه روز میگی خوبن، یه روز میگی بدن، یه روز میگی بیان، یه روز... این قاطع نیست، این آدم اصلا استیبل نیست. خودش به خودش میگه من استیبل جینیوس، استیبل یه آدم پایدار و درست حسابی، و جینیوس نابغه. آخه این نابغه است کسی که این همه پول. خودتون رو مقایسه کنید. من دوستانی دارم، همین حالا یه دوستی ماجرای پوست سیب زمینی گرفتنش برای من خیلی خنده دار بود. ما 2 ساعت مسافرت داشتیم میمدیم، این تعریف میکنم، ما میخندیدیم که بابا مثلا حسابدار بوده، زندگی داشته تو ایران، وقتی میاد اینجا میره پوست پوتیتو و اینها میکنه. ولی من و شما موفق شدیم. ولی این مردک 70 سال پیش 3 سالش که بوده، نمیدونم چند 1 میلیون دلار مثل که در 5 سالگی داشته. برید اینا رو بخونید یکم خودتونه بعد همه رو از دست داده. آتلانتیک سیتی بیان مهمون من، بیان اینجا، من 3 ساعت میبرم تون آتلانتیک سیتی، نگاه کنید ببینید چه کار کرد. تمام کانترکتورها کیا بودن؟ افرادی که میمدن کار میکردن، بچه هاشون بفرستن دانشگاه موفق باشن. این پول همه رو خورد، پول از بانک کشید خورد. اون بدبخت ها ورشکست شدن، خانواده هاشون از دست دادن، زندگی هاشون عوض شد، خودکشی ها کردن. ولی کسی که خودکشی میکنه که تو تلویزیون نمیان بگن گفته من خودکشی کردم برای که ترامپ پول منو خورد. شرکت درست میکنن بهش میگن شل کمپانی. صدف هست؟ صدف نه، صدف اون داخل، شل پوسته، به عنوان پوسته. خودشون اون وسط وقتی شما میشکنیش میبینی آخه صدفی توش نیست، خالیه، برداشته و پول رفته. برید مطالعه کنید، دست از تعصبتون بردارید. خود آمریکایی‌ها الان برید نگاه کنید تو این 2 هفته‌ای که ماجرای ایمپیچمنت اومده، ببینید درصد اونایی که میگن باید ایمپیچ بشه داره میره بالا، درست عین زمان نیکسون. و اونایی که میگن که نه به ضرر دموکرات‌ها میشه، آفرین بر اون دموکرات‌هایی که آمدن میگن اگر حتی به ضرر ما بشه، ما در این برهه از تاریخ مسئولیتی رو که مردم به اصطلاح دست ما دادن ما داریم انجام میدیم، و اون اجرای قانون اساسی. در صورتی که قانون اساسی رو این اصلا قوه مجریه اینه، باید این اجرا میکنه. ولی کسی که قانون اساسی رو زیر پا گذاشته، حالا قوه مقننه داره میاد دنبالش. قوه قضاییه رو که گرفته دست خودش، اون مردک بار ویل بار اصلا فساد گفت من میام اینجا این خندق، نمیدونم این مرداب، سوام خالی میکنم، پاک میکنم. پاک که نشد هیچی، یه مشتی مار و عفی آورده انداخته توش. نگاه کنید تمام اینا، شما از اون آقای موچ اسکرموچیه یا اون که دیگه شدیدتر دنبال رو ترامپ نبودید. برید ببینید الان چی میگه. پریشب آمده بود میگه یکی باید اینو ببره دکتر. میدونید موچ یادتونه اومده بود شده بود سخنگو اسپیکر، بعد 11 روزی بود رفت. یعنی یه نفرم که یک کمی آمد گفت ما میخوایم با پرس با میدیا درست باشیم فلان اینا، اینجوری نمیشه، اینم کردنش بیرون. در صورت دوستان عزیز ممنون و متشکرم. Good economy according to Trump. نه شما چقدر حقوق رفته بالا، من چقدر حقوقم رفته بالا. هی میگه کار زیاد شده. بله کار زیاد شده، برای که یک شمه سوربی الان باید 3 تا کار انجام بده. اون وقت اونجا نگاه میکنن میبینن 3 نفر داره کار میکنه، نه یه نفره، چون اینایی که بهش کار میدن 20 ساعت بیشتر بهش کار نمیدن که بیمه ندن. درست همون ماجرایی که سر دوره شاه دوره شیخ هم انجام میدن. کارفرماها
کارگرای بیچاره رو استخدام میکردن، هر سه ماه اینا رو فایر میکردن، اخراج میکردن، دوباره نو، و چون 90 روز کمتر بود بیمه بهشون نمیدادن. اینا باید یکی یقشو بگیره. حالا سندرز مشکل قلب پیدا کرده و رفته بیمارستان و چقدر خوب گفت، گفت که نگاه کنین هیچ کس خبر نداره که فردا چی میشه. البته گفتن دوتا استن گذاشتن و میاد به زودی. به نظر من این نباید بیاد. به نظر من آقای بایدن هم باید بره کنار. الان وقتش رسیده که یا اون خانم وارن پروفسوری که سالها درس داده تجربه، و یا اون خانمه که دادستان هست، فکر کنم مراکش اصلش اینجوری چی اسمش، کاملا هریس سامتینگ لایک دیت. در صورت دوستان عزیز ببینید، من قرار بود 12:30 برم، هیچ کدومتون اینجا نمی‌نشستید، سر بی وقت گذشت. این کلک سم می‌بینید، اگه یک دقیقه من دیر بیام می‌نشه سر بی یک دقیقه دیر آمدی، ولی الان 12:13 دقیقه دارم بیشتر حرف می‌زنم صداش در نمیاد. روز روزگار بر شما خوش. آخر هفته است، مواظب مشروب خوردنتون باشید. آخر هفته است، سعی کنید یکم کمتر بخورید. به گرسنگان در هر جای دنیا که خواستید، آقا به ایرانی ها کمک نکنید، آخوندی که داره زور بهشون میگه شما هم به اونا کمک نکنید، به هر جای دنیا که خواستید کمک کنید. ولی حقیقت رو میخواین بدونید، اتفاقا چون ایرانی ها آخوند داره بهشون زور میگه، من و شما باید بهشون کمک کنیم که ایرانیه بگه نگاه کن اینا که تو خارج نشستن به فکر ما هستن. روز روزگارتون خوش. مرسی، ممنونم که با ما بودید. به امید روزهای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر. روز روزگار بر شما خوش.